سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. به شما هموطنان سیل زده در استانهای مختلف ایران سلام. عزیزانی که برخی از اونها به ماتم از دست رفتن عزیزان و وابستگان خود نشستند در این سیل که در ایام نوروز در خوزستان، لرستان، مازندران، استان گلستان، گیلان، فارس و جای جای دیگر ایران جاری شد. امیدواریم سالی که آغاز شده و ادامه داره و جاری هست سالی دور از غم باشه برای همه ایران، سالی باشه شایسته مردمان ایران، برخوردار از وضعیتی امیدبخش برای نسل‌های آینده ایران و کودکان ایران. در این شماره از تفسیر خبر می‌پردازیم به پیامدهای سیل در ایران و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در واشنگتن در ارتباط با سپاه پاسداران ایران می‌گذرد. همراه من و شما هستند در تهران آقای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران و در وین، آقای خسرو فروهر فعال سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود و پیش از آغاز گفتگو با میهمانان برنامه به خوزستان می رویم و گفتگوی یک هموطنمون رو خواهیم دید با استاندار خوزستان و پاسخ استاندار ولایت مدار به او. تا لحظات دیگر. آقای زیبا کلام سلام به شما در تهران. سلام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه هممیهنان عزیزم. و چون اولین برنامه هستش در سال جدید که من در خدمتون هستم، ابتداعاً حلول سال جدید رو خدمتشون تبریک میگم به همه هممیهنانم. به شما آقای چالنگی و همکارانتونم تبریک میگم و عرض سلام و تبریک دارم خدمت جناب آقای فروهر و به واسطه این سانحه سیل با هموطنان عزیزم در خوزستان، لرستان، کردستان و استان گلستانم همدردی میکنم و بار دیگه به جز همدردی از دستم بر نمیاد متاسفانه. به نمایندگی از همکارانم با سپاس از شما و خجستباد نوروز به شما و خانواده شما و نوه نازنینی که پشت سر شما عکسشون دیده میشه، امیدواریم آینده‌ای به مراتب بهتر از کودکان امروز داشته باشه. آقای فروهر با درود و خجستباد، هرچند پس از 13 به در هستیم، سال نو به شما در این ایامی که به هر حال ایام غم‌انگیزی.
منم به نوبه خودم درود میگم به بینندگان برنامه وزین تفسیر خبر، به همیانانم به خصوص در درون مرز، به شما جناب آقای چلنگی و مهمان برنامه‌تون، و امیدوارم که سال 2578 ایرانی سال بهتری باشه از 40 سالی که پشت سر گذاشتیم و مردم ما در سال آینده بتونن جشن آزادی رو با همدیگه، هممون با همدیگه در اصل در کنار همدیگه در میهنمون جشن بگیریم و این بلای سیل که واقعا دل هر ایرانی رو به درد آورده نوروز امسال رو غم انگیز کرده بود. من به خصوص 13 به در، من در وین که بودم با خیلی از ایرانیان اینجا که صحبت میکردم حالت غم در دلشون بود. بسیاری از ایرانیانی که تحصیل کرده هستن و میخوان به میهنشون کمک کنن و به خاطر مسائل سیاسی که در ایران هست خب نمیتونن و خیلی غم انگیز بود. امیدوارم سال دیگه سال بهتری برای اون باشه. امیدواریم آینده بهتر برای ایران و برای همه جهان باشه. سالهای جاری آقای زیبا کلام، پیش از آغاز گفتگومون گفتگوی استاندار خوزستان رو با یکی از هموطنانمون که از هموطنان عرب ما در خوزستان شنیدید. اعتراض ایشون بود که آیا فرد به ما چرا نمیرسید و به سوریه فقط قراره برسید. پاسخی که شنیدیم، چون صدا زیاد درست شنیده نمیشد، برای بیننده من توضیح میدم، این که بی ادبی نکن، بس برو، وگرنه میدم بگیرن یا هر چی، تهدید به هر حال. ببینید در خود تاریخ اسلام روایت های بسیاری هم شده آقای زیبا کلام که در مجلس خلیفه مسلمانان، قدرتمند مسلمانان عمر و حتی امام اول شیعیان بلند میشدن اعتراض میکردن. حالا این روایت درست یا نادرست، ولی در تاریخ آمده و بسیاری از روحانی هم گفتم اتفاقی براشون نمیفتد. یک استاندار در ایران دلسوخته اعتراض میکنه، تهدید، و بعدم ما خونمونو برای سوریه میدیم. چرا؟ چرا ایرانی ها باید خونشون برای سوریه بدن؟ بله، ببینید جناب چالنگی، خب بارندگی مفصلی آمد ابتدای فروردین، همه رو غافلگیر کرد، مسئولین حکومتی رو هم غافلگیر کرد، به دنبالش سیل به راه افتاد. پدیده‌ای که در همه جای دنیا هم میتونه اتفاق بیفته و میافتد. اما ببینید نکته خیلی جالب این هستش که سیل، جناب چالنگی، ابزاری شده، بهانه‌ای شده برای تخطئه و برای بی‌اعتبار نمودن قوه مجریه. حالا در داخل کشور توسط جریانات تندرو، اصولگرایان تندرو، طرفداران آقای احمدی نژاد، جبهه پایداری و غیره، که بله دولت بی‌عرضه است، دولت بی‌کفایته، دولت نتونسته، دولت پیشبینی نکرده، پیشگویی نکرده، و بعد هم که سیل آمد مدیریت بحرانش ضعیف بوده و قصه هازا. در خارج از کشور و باز عده‌ای در داخل کشور که برانداز هستن، یعنی معتقدن که باید نظام جمهوری اسلامی ایران سردگون بشه، اونها هم ایزن درست مثل منتقدین دیگر، منتقدین تندرو، اونها هم شروع کردن به تخطئه دولت که بله دولت نرسیده، دولت خوب عمل نکرده، ضعیف بوده، ناتوان بوده، علیل بوده، با یک تفاوت بسیار مهم. منتقدین دولت در داخل فقط انتقادشون به دولت هست و وقتی میگن دولت خوب عمل نکرده، وزارت کشور خوب عمل نکرده، استاندار خوزستان خوب عمل نکرده، معتقدن که به جاش سپاه خیلی خوب عمل کرده، بسیج خیلی خوب عمل کرده، نیروی انتظامی خیلی خوب عمل کرده و قصه هاست. اما در خارج از کشور برانداز ها فقط نمیگن که قوه مجریه خوب عمل نکرده، دولت آقای روحانی خوب عمل نکرده، کل نظام رو معتقدن که بیکفایت بوده، نالایق بوده. یعنی وقتی شما نگاه میکنید آقای چالنگی، ببینید خیلی مهم نیستش که کی چی کار کرده و وضع سیل زدگان الان در چه وضعیتی هست، اینا خیلی مهم نیست. مهم این هستش که فعلا از سیل باید بهره برداری سیاسی بکنیم برای زدن دولت. حالا یه عده به یه دلیل زدن دولت، یه عده هم که اصلا کل نظام رو ببرن زیر
زیر سوال. این باعث میشه که من و جناب عالی و جناب فر و هر که نشستیم اینجا، اون وقت من باید بگم که آقا جون اگر قرار برخورد سیاسی میخوایم بکنیم که از سیل به عنوان ابزار و بهانه استفاده کنیم برای حمله به نظام و کوبیدن دولت، ما هم بی‌صلاح ده. اگر میخوایم ارزیابی بکنیم، منصفانه برخورد بکنیم که آقا کجاها خوب عمل نکردن، کجاها ضعیف بوده، کجاها ستاد بحران ناتوان بوده، چه کار میتونستن بکنن که نکردن، چه کار کردن که بهتر میتونستن انجام بدن، اون یه بحث دیگری میشه، اون میشه اون وقت چه میدونم روی کرده معقول و منصفانه. منتهای مراتب عرض کردم فرض بر این هست، اساس بر این هستش که فعلا از سیل باید بهره برداری سیاسی بکنیم برای کوبیدن دولت در داخل کشور و کوبیدن نظام در خارج. تفره از موضوع خیلی دور. ببینید این نوع برخورد و این تفسیری که شما گزارش دارید میکنید میشه ساعت‌ها ادامهش داد. ببینید سوال خیلی روشنه، در همه جای دنیا هم همینه، در برابر یه رویدادی، در برابر الان قضیه مرزی آمریکا، عملکرد دولت آمریکا مورد انتقاد یا مورد حمله یا به قصد هر چی که هست هست، به هر حال عمل کرد. ببین سوال خیلی روشنه. این منظره ایست در خوزستان، یک شهروند میاد میگه آقا سوریه، شما فقط چرا به سوریه میرسید به ما نمیرسید؟ برخورد استاندار، اصلا برخورد من و بقیه یا آقای فرور یا بقیه رو اصلا فراموش کنید و مردم رو، برخورد این استاندار با این شهروند ایرانی از نظر شما که ناظر دقیق هستین در داخل ایران، این چه جور برخوردی هست که اون ورش هم سخنگوی حکومت ایران آقای روحانی دیگه اصلا مدیریت ما بسیار مدیریتی باعث حسرت جهانیان شده، این رو چطور تفسیر کنید؟ از نظر بنده اون حرف آقای روحانی که مدیریت ما انقدر عالی بوده که مورد حسرت جهانیان شده، حرف پوچی هست، حرف خندداری هست، حرف مضحکی هست، منتها همونقدر حرف آقای روحانی غیر منصفانه هستش که عمل شما آقای شالنگی که میایید یه فایل، یه فیلم مثلا یک دقیقه ای رو میذارید تا استاندار خوزستان مثلا با یه فرد اهوازی چجوری برخورد کرده، یعنی کل روی کرده نظام جمهوری اسلامی رو در رابطه با سیل شما تقلیدش میدید به یه فیلم مثلا یه دقیقه یا دو دقیقه که برخوردی که بین استاندار و مثلا یک شهروند خوزستانی صورت گرفته، خب بله تأسف آوره، ولی آیا واقعا همه اون چی که انجام گرفته همین آقای شالنگی همین فیلم یه دقیقه ای است؟ خب شما اجازه بدید، البته فیلم آقای بازم جواب بنده رو ندادید، همین یک فیلم نیست، فیلم های بسیاری هست، اما شما نکات مثبت و فیلم های مثبت رو شما به ما بدید، ما با کمال میل پخش میکنیم و حتما تا آقای فرور پاسخ بدن شما عمل کرده مثبت حکومت رو هم در این فاصله آماده کنید، بعد از حرف آقای فروهر به ما بفرمایید، ما حتما پخش میکنیم. آقای فروهر تفسیر شما میشه. من با اجازه فکر میکنم که باعث تعجب نباشه با سخنان مهمان شما آقای زیبا کلام مخالفم. بنمایه اختلاف من با آقای زیبا کلام از دردید من به حکومت جمهوری اسلامیه و من فکر میکنم که بعد ریشه‌ای وقتی درباره سیل و واکنش مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی به این بحران توجه میکنیم، رفتار زنندهشون با مردم ایران و شهروندان ایرانی به این توجه میکنیم، بعد یک نکته رو بهش خیلی دقت کنیم. بنیانگذار این حکومت نامش بود روح الله خمینی، کتابی داره به نام ولایت فقیه. وقتی ما امروز این ویدیو رو نگاه میکنیم، یک شهروند ایرانی به آقای شریعتی، غلامرضا شریعتی میگه خرج مردم رو بده به سوریه چیکار داری، ما اینجا با یه واکنشی روبرو هستیم که آقای شریعتی دقیقاً داره سخنان امامش رو داره تکرار میکنه. آقای خمینی در قسمتی از کتاب ولایت فقیهش، من اینو میگم، اسمش از لزوم وحدت اسلامی، میگه از طرفی وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کردن
امت اسلام را از هم جدا کرده به صورت چندین ملت مجزا درآوردن. یعنی چی؟ یعنی روح الله خمینی باور داشت که ایران و کشورهای دیگه منطقه همه مصنوعی هستند و آرزوی این بود که یک کشور بزرگ اسلامی، امت اسلامی به وجود بیاد. و در همین زمینه، در همین کتاب ولایت فقیهش حتی از میگه که استعمار بود که دولت عثمانی رو تجزیه کرد. بنابراین من تا یه حدی شدم مجبورشم حق بدم با آقای زیبا کلام. از دید آقای زیبا کلام و دیگر کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، ایران یک کشور مصنوعی استعمارگران به وجودش آوردن و سوریه جزئی از ملت اسلامه. بنابراین باید به اون کمک کرد. برای اینکه فکر نکنه از خودم در میارم، آقای لاریجانی در اتحادیه بینون مجالس کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده کمیته فلسطین گفته بود ابایی نداریم از اینکه تمام انرژی و نیروی جمهوری اسلامی رو در خدمت نیروهای مقاومت ملی فلسطین در اختیار اونها قرار بدیم. یا آقای محمد جواد ظریف، آقای فربر اجازه بدید. آقای فربر، شما اشاره کردید که آقای خمینی نقل قول رو کامل بفهمید. آقای خمینی اشاره کرده که کشورهای منطقه رو استعمار به وجود آورده در اثر تجزیه عثمانی و ایران هم یک کشور مصنوعی از نظر آقای خمینی. ببینید دقیقا همین نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید میگه از طرفی، براتون از روی کتاب دارم میخونم، یعنی بدون چی، میگه از طرفی وطن اسلام را استعمارگران و حکام مستبد و جاه طلب تجزیه کردن، امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا درآوردند. یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانی به وجود آمد استعمارگران را تجزیه کردند. و بعد شروع میکنه، من اینو همه را اگر بخونم وقت برنامه گرفته میشه. بله شما اگر حرف اینه که از حرف آقای خمینی نمیشه استنباط کرد که منظورشون ایران. اجازه بدید دقیقاً همین رو میخوام توضیح بدم. شما وقتی درباره سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، این سپاه پاسداران ایران نیست. و در خود اینها یادتون باشه دفعه پیش هم صحبت کردیم که از فرمانده هاشون حتی به این مسئله اشاره کرده بود. سپاه پاسداران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در ایرانه. خمینی در دید سیاسی خودش تفاوتی بین فلسطین و نمیدونم کربلا و ایران نمیدونست. برای او ایران یک پایگاهی بود برای اینکه بتونه عقاید خودش رو به کرسی برسه. تنها دلیلی که حالا باید اینجا بگیم که ایران به عنوان یک واحد سیاسی مطرح بود به خاطر شیعه بودنش بوده. ولی امروز ما میبینیم که این شیعه بودنشون رو میخوان بس بدن از طریق سوریه، جنوب لبنان و تا به اسرائیل برسن. یعنی این ایده ناسیونالیسم ایرانی زمانی فقط مشروعیت داشته که این ایران شیعه صفوی یا قاجاری تحت کنترل علمای اسلام باشه، ولی پس از اون وظیفه دارن که این رو بس بدن. و آنچه که از مثال ساده خود شما اشاره کردید، آقای علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان که خلیفه هم بوده، فقط بر ایران که حکمروایی نمی کرده، ایشون بر یک امت اسلام حکمروایی می کرده و شیعه عقیده داره که این قصد. بله الان خب از این طریق ما چطور می رسیم به این موضوع سیل اهواز؟ ببینید آقای زیبا کلام معتقد است که ما، یعنی مخالفان حکومت، حالا چه تعبیری ایشون دارن یا چه تعریفی از مخالفان یا مخالفان حکومت، معتقد هستن که حکومت خیلی کارها کردن و نمونه های از اون رو در رسانه ها نشون میده. این رو چطور شما باش برخورد میکنید؟ چرا حکومت حق نداره؟ بفرمایید. ببینید نکته خیلی مهم اینه که ما درباره سیل که صحبت میکنیم، ایشون فرمودن که این سیل غیر مترقبه بوده و نمیدانستیم. آقا جنگل های شمال 42%، این رو من نمیگم، جنگل رئیس جنگلبانی جمهوری اسلامی میگه 42%، مصاحبه با ایسنا بوده، من مصاحبه رو دارم، خودشون میگن تخریب شده، نابود شده. یعنی جنگل هایی که وقتی باران میاد هر متر مکعب ببخشید با خاکش میتونه این رو جلوی آبها رو در خود ذخیره نابود کرده. سدسازی و جاده سازی سپاه پاسداران، خودشون اومدن راهن و جادهشون رو منفجر کردن چون دیدن غیر مهندسی بوده. دروازه قرآن شیراز، جاده‌ای که رود خوش ساخته بودن. و اینها دلیلش اینه، دیدی که اینها نسبت به ایران دارن، دیده
کسانی است که اومدن جایی رو اشغال کردن و خون این کشور رو میمکن تا به اون هدف ایدئولوژیکشون برسن. اینجاشون ایشون فرمودن، آقای زیبا کلام دوستشم نظرشون رو بدونم. آقای زیبا کلام شما فرمودید در صحبتاتون که شما اومدید اصولگرایان رو با اپوزیسیون ایران در اصل یه جای هم مساوی قرار دادید. گفتی همونقدر که اصولگرایان از سیل استفاده میکنن به دولت روحانی، این اپوزیسیون هم از این سیل استفاده سیاسی میکنه. خیر آقای زیبا کلام، من عاشق ایرانم، من ایران رو محور اندیشم میدونم و من متاسفم که کشوری که در هزارها در شوشتر، شما همین الان شوشتر تشریف برید، بناهای تاریخی سدسازی و معماری آب ایران پیش از اسلام، ما خداوندگار قنات بودیم، کشوری که اینگونه مهندسی آب داشته، کشوری اینگونه خار و خفیف بشه که بعد از 40 سال تمام ایران رو سیل بگیره و مردم هیچی نه. البته من یه جمله بگم تموم کنم، من اتفاقا عقیده دارم جمهوری اسلامی به یک قول آقای خمینی نصفش رو انجام داد، گفت آب و برق رو مجانی میکنیم، امروز همه چه آب مجانیه، حالا ببینید برق رو چجوری مجانی خواهید که. در خدمتتون. آقای زیبا کلام بفرمایید نکات مثبت. ما خیلی خوشحال میشیم، اتفاقا 40 سال و چند روز هست که ما این اخبار منفی خوب آزاردهنده هم هست. یک بار من در یک برنامه از شما پرسیدم که نکات مثبت رو بفرمایید، شما اعتراض کردید که من رو به لب پرتگاه میبرید. ما همچین قصدی نداریم، الان از شما میشنویم. ببینید نمونه ها بسیار هست در رسانه های اینترنتی بسیار. شما اقدامات مثبت که بسیار چشمگیر باشه رو بفرمایید. آقای چارنگی، من اگر قدرتی داشتم دست رئیس صدا و سیما رو میبوسیدم که این برنامه ما رو شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران که پربیننده ترین هستش پخش بکنه، برای اینکه مردم ببینن که کسانی که مدعی جانشینی نظام جمهوری اسلامی ایران هستن تفکرشون چجوری هستش. از جناب فروهر نمیدونم چقدر صحبت کردن، 5 دقیقه 10 دقیقه راجع به تنها چیزی که صحبت نکردن راجع به سیل بود. راجع به تاریخ گفتن، راجع به امام خمینی گفتن، راجع به شیعه گفتن، راجع به سنی گفتن، راجع به گذشته گفتن، راجع به آینده گفتن و این دقیقاً همون چیزی اینه. آقای به فرمایشات شما در که شما هم راجع به سیل که شروع شد راجع به مخالفان صحبت کردید، راجع به بقیه صحبت کردید، ایشون هم در حال هر دو مهمانان ما در حال مقدماتی برای صحبتاشون دارن. لزوماً آقای فروهر ادعای جانشینی حکومت رو نداره. آقای اجازه بفرمایید. ببینید اجازه بدین جنبه شخصی پیدا نکنه، چون ممکن آقای فروهر هم بگن که مثلا من امیدوارم مثلا آقای زیبا کلام در دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهران هستن، دانشگاه بودن. اجازه بدین مسئله، اگر ما راجع به گردباد هم صحبت بکنیم، راجع به زلزله هم صحبت بکنیم، راجع به آتش سوزی هم صحبت بکنیم، ببینید جناب فروهر دقیقاً همینا رو میتونستن بگن. قرار ما این بود که ما صحبت بکنیم و بگیم که کمک رسانی، امداد رسانی، این مسئله سیل چجوری بوده، آیا قابل پیشگیری بوده، آیا قابل پیشبینی بوده، نبوده. حالا شما بفرمایید نکات مثبت رو. آقای فروهر هر طور از وقتشون استفاده کرده. ببینید قرار ما این بوده، ایشون میگن که ایشون آمدن راجع به یه مسائلی دارن صحبت میکنن که بله اگه ما راجع به نظام ولایت فقیه هم بخواستیم صحبت ایشون کنیم، ایشون اتفاقا اجازه بفرمایید، ایشون توضیح اینو دادن، اگه ما بخواستیم صحبت کنیم ایشون اینا رو میتونستن بگن. تا اونجایی که من برداشت کردم از حرف ایشون صحبتشون این بوده، حرف اتفاقا مربوط میشه به حرف استاندار، که چرا سوریه مهمتر از ایرانه، چرا یکی از مسئولان بلندپایه حکومت میگه ما حاضرم خوزستان از دست بدیم سوریه رو از دست ندیم. این رو ایشون تلاش کردن یا سعی کردن، اگر برداشت من اشتباه است خواهم گفت، به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی که نگاهش به ایران چطوره، به امت اسلامی چطوره و به سوریه چطوره، این رو داشتن توضیح میدن. عزیز من شما... آقای چالنگ عزیز، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 30 سالی که فوت شده، گیرم که ایشون راجع به سوریه این فکر رو میکردن یا اون فکر رو میکردن. ما الان داریم راجع به سیل آقای زیبا کلام نفرمون، شما استاد علوم سیاسی هستید، شما استاد علوم سیاسی هستید، اینو نفرمایید. آقای زیبا کلام این سفتت شما
اجازه بفرمایید، اینکه بنیانگذار فوت کرده مثل اینکه در آمریکا بگیم آقای جورج واشنگتن فوت کرده، اندیشه ها و عمل کرده آقای واشنگتن، جورج واشنگتن هنوز اینجا رعایت میشه و مورد احترام. و بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده، شما به عنوان استاد دانشگاه تهران آیا میتونید یک جمله علیه سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در کلاس های درستون بگید؟ به راحتی اندیشه های ایشون جاری و حاکم هست در ایران. اینو نفرمایید، بفرمایید. آقا چالنگی، گیرم که نتونم بگم، گیرم که بتونم بگم. میشه شما بگید این چه ربطی به سیل داره؟ این چه ربطی به عمل کرده؟ استاندار خوزستان، استاندار حکومت ربطش اینه، همون حرف آیت الله خمینی رو تکرار میکنه. میگه سوریه منطقه باشه، گیرم که استاندار خوزستان آقای قرآن‌رضا شریعتی معتقده که ایران اصلا مهم نیست، سوریه مهمه. دیگه بیشتر از این که نمیتونیم بگیم. فرض بگیریم که ایشون یه همچی اعتقادی داره، میشه شما بگید که کجای ابعاد این اعتقاد اون وقت در عمل باعث شده که این کار یا اون کار که میتونست برای جلوگیری از بله بله آقای فرور بفرمایید، طرف بحث آقای فرور هست. من خیلی دوستانه صحبت میکنم، نمیخوام بحث به گونه بشه که دوستان به خصوص احساس کنن که بحث شخصی. ببینید جناب آقای زیباکلام، جمهوری اسلامی یک جمهوری ایدئولوژیکه، در خود نامش هم هست. کتاب ولایت فقیه آقای خمینی هم که پیش از فاجعه 57 چاپ شده بود، در بیروت چاپ شده بود، بکنم شما هم ازش اطلاع داشتید. این پروژه اسلامیزه کردن ایران و نفی ناسیونالیسم ایرانی که خود شما استاد دانشگاه هستید، خود شما هم فرمایشاتی داشتید که تکرار کنم شاید زننده باشه، گفتید من یک تار موی فلان کس رو به خودتون نمیخوام تکرار کنم چون توهین به تاریخ ایران بود از دید من. شمایی که کوروش رو اینقدر بی ارزش خطاب میکنید و در دانشگاه ها، ببینید من نمیخوام مسئله رو شخصی کنم آقای زیباکلام، ولی یه تفاوتی هست در تعریف شهروندی در دنیای مدرن، تعریف حکومت در دنیای مدرن، وظیفه یک حکومت در دنیای مدرن با تعریفی که جمهوری اسلامی از خودش داره. در دنیای مدرن آقای زیباکلام، من مجبور نیستم با شما هم میهنم بخوام گفتگو و مناظره کنم، چون شما فرمودید آرزو دارید که این برنامه در صدا و سیما پخش بشه. چرا خود من نمیتونم بیام صدا و سیما بشینم و این حرفا رو درباره آقای خمینیتون بزنم؟ چرا من نمیتونم؟ چرا پدر بزرگ من که استاد پایه در دانشگاه بود اجازه نداشت بعد از فاجعه 57 بیاد در دانشگاه؟ چرا اساتید بزرگ این مملکت زبونهاشون بسته شد، دستهاشون شکسته شد؟ برای اینکه بر باور من و بسیاری از براندازان که عاشق ایران هستند، ببین آقای زیبا که با هم دوستانه صحبت میکنیم، من اروپا زندگی میکنم، من نیازی نداره بیام صبح تا شب به درباره ایران صحبت کنم. عشق ایرانه که زبون من رو باز میکنه، این عشقه که گریه در چشم من میاد وقتی سیل زدگان رو میبینم و این رو با تمام قلب و وجودم میگم. بنابراین وقتی من حکومتی رو میبینم که وزیر خارجش میره اوگاندا $1,500,000 برای بیمارستان اونجا خرج میکنه، در لرستان شاهد بودیم سیل زدگان، آقای محسن رضایی که اومده بود ویدیوش هست آقای چالنگی، شروع میکنن ازش انتقاد کردن، ویدیوش موجوده. محسن رضایی سپاه پاسداران بوده دیگه، ایشون حتی روش رو نمیکنه طرف سیل زدگان جواب بده، با محافظین خودش رد میشه. یه جا هست من و شما میتونیم ایدئولوژیک با هم تفاوت داشته باشیم، ولی ما ایرانی هستیم آقای زیباکلام. من وقتی میبینم که یک سال و نیم پیش در کردستان زلزله اومد، مردم هنوز چادر نشینن، من میبینم، من آقای چالنگی زلزله بم یادتون هست؟ چند سال این بدبخت‌ها اجازه بفرمایید آقای فرور، اجازه بدید نوبت آقای زیباکلام. آقای زیباکلام نکات مثبت، اصلا پرسش و بحث شخصی رو ما فاصله میگیریم ازش، امیدوارم پیش نیاد. در مورد زلزله کرمانشاه که خود شما هم دست اندر کار بودید، مدت‌ها گذشته، حکومت ببینید چه اقدامات مثبتی در مورد زلزله زدگان کرد؟ به ما بفهمید، واقعا صادقانه مایل هستیم بشنویم. ببینید جناب چالنگی، حالا زلزله کرمانشاه میشد ازش درسای زیادی گرفت در خصوص مسئله ستاد بحران، امدادرسانی، ضعفایی که وجود داشت،
کاستی هایی که وجود داشت، ولی متاسفانه درسی ازش گرفته نشد جناب چارنگی. نه مجلس گرفت نه دولت گرفت، دقیقا به خاطر همین که با زلزله کرمانشاه هم برخورد سیاسی شد و فرض بر این بودش که دولت خوب نتونسته عمل بکنه. اما نقش من و نقش سلبریتی ها، یک اتفاق مهمی که جناب چارنگی در زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد و مسئولین جمهوری اسلامی خیلی مراقب بودند که این اتفاق در جریان سیل نیفته، نقشی بود که سلبریتی ها پیدا کردند. حالا بنده پیدا کردم، آقای علی دایی پیدا کردن، خانم نرگس کلباسی پیدا کردن، یه سری از ستاره ها، هنرپیشه ها، هنرمندان اینها. ببینید آقای چالنگی، همه توجه نسبت به زلزله کرمانشاه اومده حول محور اون چه که سلبریتی ها کردن قرار گرفته، در حالی که 20,000 واحد مسکونی تخریب شد در زلزله کرمانشاه که 15,000 تاش در روستاها بودن. آقای چالنگی، تمام سلبریتی ها روی همدیگه، یعنی من و خانم نرگس کلباسی و آقای علی دایی و سپاه و خیرین و غیره، ماها جمعاً 300 تا یا 400 تا خونم نساختیم. 14,500 تای محبقی رو بنیاد مسکن بدبخت ساخت که یه نهاد دولتی هستش. مطمئن ببینید وقتی برخورد سیاسی میشه آقای چالنگی، ما اساسا نمیبینیم که بنیاد مسکن چه کرده، این چه کرده، اون چه کرده. فقط اونایی که مخالف دولت هستن، چه خارج کشور چه داخل کشور، حالا خارج کشور من میگم مخالف نظام، داخل کشور من میگم چه میدونم تندروها غیره، میگم هیچ کاری نشده. خب اگه هیچ کاری نشده، شما من میگه مثبتا رو بگو. اگر هیچ کاری نشده جناب آقای چالنگی، این 14,000 خورده خونه رو پس کی ساخته؟ من نمیگم اینا همشون تکمیل هستن، نه، کسر قابل توجهشون تکمیل هستن، خیلی هاشون هم هنوز تکمیل نشدن، ولی داره ساخته میشه دیگه. چی رو من در مورد زلزله کرمانشاه قراره برای جناب عالی بگم؟ اون چیزی که مهمترینش بوده این بوده که نحوه بازسازی چگونه صورت گرفته. در مجموع من اگر خواسته باشم جناب چالنگی نمره‌ای بدم، به عنوان کسی که خودم وسط کار بودم، نمره‌ای بدم به نحوه بازسازی مال کرمانشاه، این مسائلی که گفته میشه هنوز تو چادرن، هنوز تو کانکسن، بله شبا تو کانکس میخوابن. من هفته پیش رفته بودم همین دهکده امید که داریم میسازیم و تو کانکس خوابیدم، برای اینکه نزدیک 60 واحد مسکونی اونجا ساخته شده، حالا مردم ساختن، خانم نرگس کلباسی ساخته، بنیاد مسکن ساخته. جناب چارنگی، مردم نمیرن توش بخوابن برای اینکه میترسن از 21 آبان 96 که زلزله اتفاق افتاد تا به امروز که 19 فروردین هستش، بنده دارم با جناب عالی صحبت میکنم، مال 19 فروردین 90 است، بیش از 5,000 پس لرزه اومده. آخرینش به قدرت 5.2 ریشتر بود که همین یه هفته پیش اومد، چند روز پیش اومد. خب ببینید میترسن مردم، شبا نمیرن تو خونشون بخوابن. یعنی میفرمایید مسکن ساخته شده اما مردم نمیرن بشینه؟ حرف شما اینه که مسکن ساخته شده اما حرف شما اینه که مسکن ساخته شده ولی به واسطه اون 5,000 زلزله‌ای که ظرف یک سال اندیه گذشته آمده، مردم میترسن. ترسشون از حکومت نیست، ترسشون از نظام نیست، ترسشون از دولت نیست، یه ترس طبیعی هستش. شبا تو کانکس میخوابن، روزا میرن تو خونه، میان تو اون همه افراد داره کانکس هستن. آقای زیبا کلام، در منطقه زلزله زدگان همه در منطقه همه حداقل یک کانکس بهشون رسید. دولت گفتش که اگر کسی کانکس نمیخواهد اصراری نیست، پول کانکس رو ما بهش میدیم. بعضیا خود کانکس رو گرفتن، بعضیا پول کانکس رو گرفتن. چون برنامه ریزی خوبی نبود، منظم نبود، دقیق نبود، این بازی که اصلا مشکلات هستش. بعضیا 3 کانکس گرفتن، بعضیا 4 کانکس گرفتن. مواردی هم بوده که بعضا حتی یک کانکس هم نتونستن بگیرن. منتخب اون موارد 5% بوده، 1% حالا بوده، ولی 80-90% حداقل یک کانکس رو گرفتن. امیدواریم چنین باشه، امیدواریم همه زلزله زدگان صاحب مسکن شده باشن و مشکلاتی وجود نداشته باشه. گزارش آقای
زیبا کلام رو شنیدید. البته ما گزارش های به اصطلاح نقض گزارش ایشون هم داریم، از جمله کسانی که گزارش نقض گزارش ایشون رو دادن آقای محمد نوریزاد هست که به منطقه سفر کرده و از منطقه هم با ما صحبت کردن و گزارش های پراکنده دیگری. ما همه امیدمون اینه که اولا این مصیبت ها پیش نیاد و اگر هم پیش اومد بلافاصله به سرعت جبران بشه، کمان که هنوز خرابی های جنگ در خرمشهر هست و زلزله بم نیست. و اما یک نقل قول من فقط گذرا اشاره میکنم به آقای اسلامی از وزرای شهرسازی و راه شهرسازی که آمده و گفته ما 2,800,000 هکتار جنگل تحویل گرفتیم، اما در حال حاضر میزان جنگل های ایران، مساحت جنگل های ایران به 1,300,000 هکتار کاهش یافته. تبر انقلابیون، تبر وابستگان به انقلاب و جنگلخواری و ساختن ویلاها و شهرکهای بساز و بفروش که جنگلهای ایران رو نابود کرده. نگاهی داریم آقای چارنگی، کمتر از یک دقیقه من میخوام اضافه کنم به اون چی که آقای اسلامی گفته، میخوام به نفع شما صحبت کنم. نه خیلی، اگر آقای چارنگی نفع مردم نداریم آقای زیبا کلام، بفرمایید به نفع مردم صحبت کنم، به نفع زیبا کلام صحبت. اگر آقای مردم صحبت کنه دای زیبا کلام باشه، به نفع مردم صحبت میکنم. اگر یک جدولی وجود می‌داشت، جدول جهانی که کدام کشور به محیط زیستش اهمیت میده، بله من میگویم من صادق زیبا کلام میگویم ایران جزو 10 تای آخر میشد، ایران جزو 5 تای آخر میشد. ایران از نظر حفظ و نگهداری محیط زیست یکی از بدترین کشورهای روی زمین است. چه خود مردم، تکرار میکنم، چه خود مردم و چه حکومت. اگه اجازه بدید آقای چلنگی حتما بفهمم کوتاه، چون مسئله به اصطلاح تروریست خوندن سپاه پاسداران هست. به هر حال ممنون هستم آقای زیبا کلام، چون این گزارش هایم البته منتشر شده، ما هم نفعی جز نفع مردم و ایران و آینده نسل های آینده نوه نازنین شما و نوه های دیگه جستجو نمی کنیم و نکردیم و جستجو نخواهیم کرد. بفهمید جناب آقای چلنگی، چون فرمودید کوتاه در این باره صحبت کنم، من چند مطلب و کوتاه و مختصر بیان میکنم. آقای زیبا کلام، جنگل های ایران در 40 سال گذشته فقط به خاطر این نابود نشدن که پروژه های صنعتی یا اقتصادی در ایران انجام شدن و به محیط زیست کم توجه شده. آیت الله یا حجت الاسلام نور مفیدی و شرکا، پسرشون سید مصطفی، در گلستان بلایی رو که بر سر جنگل‌های اون منطقه آوردن چنگیز خان مغول انجام نداد در ایران. در رابطه با محبت‌های درختکاری در رشته‌کوههای زاگرس هم همین مسئله در توسط آخوندهای دیگه انجام شده. خود تهران رو نگاه کنید چه بلایی به قسمت‌های شمالی و باغات شمال تهران اومده. خواستم اینو یادآوری کنم. یه مسئله سیستماتیکه. ولی از خود جمهوری اسلامی، چون فرمودید که در کرمانشاه متاسفانه درس‌های لازم گرفته نشد. نه عزیز من، الان سال‌هاست 40 سال درس‌های لازم گرفته نمی‌شه، چون علاقه ای ندارن. من اینجا استناد می‌کنم به خبرگزاری خود جمهوری اسلامی، گزارشی است که به نقل از ایسنا، آقای ابراهیم مقیمی عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بیان کردن. من دو قسمت رو خیلی کوتاه، که البته نشون از مخالفین جمهوری اسلامی نیستن. در قسمت 11 درباره مدیریت مخاطرات ایشون گفتن که ما باید هنوز خیلی چیزها رو یاد بگیریم. خب من نمیدونم این یاد گرفتن تا کی طول میکشه. و بعد در قسمت مهندسی من خیلی برام عجیبه که تلنگری دیگر به نظام مهندسی کشور، ایشون فرمودن که وزارتخانه‌ای چون راه شهرسازی، وزارت نیرو، گرچه اعلام کردن پیشبینی‌های در زمینه وقوع داشتن، پیشبینی‌ها قابل قبول نیست. من پرسشم اینجاست، سپاه پاسداران که الان می‌خوایم وارد بحثش بشیم، طبق کدوم قانون اجازه داره که در ایران 50%، اینو من نمیگم ادمنستریشن دونالد ترامپ ادعا کرده، حالا می‌تونیم بحث کنیم، 50% قدرت اقتصادی ایران دست سپاه پاسداران باشه، سپاه پاسداران بیاد جاده و سدسازی بکنه، راه آهن بسازه، و بعد وقتی که سیل میاد ما متوجه میشیم که این سدسازی‌ها و جاده سازی‌ها به ضرر مردم بودن. آقای
زیبا کلام درباره زلزله هم کوتاه بگم و بعد بحث کنیم. بس شما فرمودید که مردم کرمانشاه از زلزله میترسن و نمیخوان برن توی خونه های قشنگ زندگی کنن. اگه این گونه بود بعد اجداد ما هرگز شهرسازی نمیکردن، چون ایران همیشه زلزله بود. مردم ایران اعتمادشون رو به مسائل عمرانی به اصطلاح جمهوری اسلامی از دست دادن، نه به جاده هاتون نه به سد هاتون که نابود کردن قسمت های از ایران رو. در خوزستان نصف خوزستان رو نمکزار کردن با سد هاشون، نه به راه آهنشون، نه به برق. اجازه بفرمایید آقای فروهر، اجازه بدیم وقتمون کم هست. بله، مسکن مهر بود، ایران مهر بود، یا مهر یا هرچی که بود، اون هم سابقه ای داره. حتما خواهیم پرداخت، گذری خواهیم داشت به مناطق سیل زده در لرستان و یکی از پاسداران، فرماندهان پاسدار، آقای جنرال محسن رضایی، که در برابر تلویزیون شکست ایران در جنگ 8 ساله رو با رشادت تمام اعلام کرد، مسئولیتش رو پذیرفت، اما اتفاقی نیفتاد به جز اینکه مقامات بالاتری رو گرفت. جنرال محسن رضایی در مناطق سیل زدگان. ملی چی بینیدی چه بدره؟ ای بود دیبت خدسید بیش رفی رید سلفی بیر بایش سکر کردو بیش رفی. آقای زیبا کلام اشاره کردن به نقش پاسداران در اقتصاد ایران و اینکه سپاه پاسداران رو آمریکا در فهرست تروریست‌های مورد نظر خودش قرار بده. تفسیر شما رو در این زمینه می‌شنویم. واقعا نقش سپاه پاسداران در ایران چی هست؟ آقای چالنگی عزیز، ما در خصوص اقتصاد ایران قبلا هم من باهاتون به صحبت داشتم. من خیلی کوتاه و خلاصه اگه بخوام بگم، مصیبت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در بودن یا نبودن نقش سپاه پاسداران در 60% یا در 6% یا در 600% نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد فاسد ناکارآمد دولتی است و همون جور که از زمان انقلاب صنعتی به این طرف یک اقتصاد دولتی آقای چالنگی نتوانسته موفق بشه ظرف 250 سال گذشته، اقتصاد دولتی ایران هم نخواهد توانست موفق بشه. و بدبختانه اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولتی تر شده. اقتصاد ما زمان محمد رضا پهلوی هم دولتی بود، زمان رضا شاه هم دولتی بود. اساساً مدرنیته در ایران با اقتصاد دولتی شروع شده، اما در زمان شاه بخش خصوصی توانسته بود به خصوص در سالهای آخر یک نشو و نمایی داشته باشه، یک تحرکی داشته باشه که بعد از انقلاب به عنوان اینکه فراری اند طاغوتی اند و تمام اموال و دارایی های بخش خصوصی مصادره شد، مال لاجوردی، مال حبیب ثابت، مال خسرو شاهی، مال زرمی ها، مال خیامی ها، بله تمام مصادره شد و شد دولتی. یعنی اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی دولتی تر شد. حالا سپاه هم میاد تو اون مجموعه قرار میگیره، جهاد هم میاد، مسجد هم میاد، میخانه هم میاد، تمامشون میان زیر مجموعه این اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی قرار میگیرن و تا به حشر لنگ است. یعنی تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی باشه، تنها چیزی که ازش شما میبینید فساد بیشتره، پرونده های چه میدونم اقتصادی بیشتره، وابستگی بیشتر به نفت هستش و تمام اون چیزهایی که هممون میدونیم و هممون میگیم.
آقای زیبا کلام، شما گفتیم میخانه، آیا اشاره رندانه ای بود به اینکه مشروبات الکلی هم که گفته میشه زیر نظر سپاه پاسداران هست؟ بنابراین قاچاق خیلی زیاد هستش. بله، یعنی بنابراین شعر حافظ رو شاید بنابراین شعر حافظ رو یه نیم بیت دیگه بهت گفت، در میخانه ببستن خدایا مپسند که سپاه پاسداران اینقدر مشروبات رو گرون بفروشد. بله، شاید بشه اینطور گفت، نمیدونم. هر حال اشاره بود به این موضوع. ولی صحبت در این هست که آقای فروهر، سپاه پاسداران واقعا چه میکنه؟ خیلی معتقد است این نیروی نظامی و این که در فهرست تروریست قرار بگیره یک مقداری کار نادرستی هست. این نیروی نظامی واقعا تا کجاش مدافع منافع ملی هست؟ آقای فروهر، خب جواب شما رو میشه حد زد، اما واقعا جواب کسانی که یک کمچین اعتقادی دارن رو چه خواهید داد؟ دفاع از مملکت، در هر حال دفاع از کشور، نیروی نظامی هست و بخشی از نیروی نظامی هست. بحث میخانه و عشق اومد، من وقتی که یک بود میدوشیدم در میخانه، ملائک زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، من آقای محسن رضایی که نگاه میکنم یاد همیشه ملائک میفتم. ایشون معصوم، من سپاه پاسدارانم، هرگز در این مسائل اصلا شریک نبودن. شوخی بر کنار، این آقای زیبای کلام عزیز، قبلش باید یه پاسخی با اجازه شما بهشون بدم. این که شما فرق بله، ولی نکته که درباره دولتی کردن و این مسائل گفته، دارم با شما درباره مسئله موافقم، چون انقلاب اسلامی به گفته خیلی ها انقلاب مارکسیستی اسلامی بوده و اینا اومدن بخش خصوصی رو نابود کردن. ولی نکته که درباره سپاه پاسداران، که دارن سپاه پاسداران هم بر مدل گاردهای سرخ بولشویکی درست شدن، مشکلی که دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران داره، علاوه بر فاسد بودن حکومت، سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، یک بلای دیگر هم آورده. پاسداران دارای زور قلدره، اینا سرباز دارن، مسلسل دارن، یعنی علاوه بر اون فساد، این پاسداران با دخالتشون در اقتصاد ایران، رقابت دیگه اقتصادی نیست، بلکه کی جرأت داره بیا جلوی سپاه پاسداران زمین رو به اصطلاح به اینا تحویل نده. یعنی مافیایی بودن سپاه پاسداران در اقتصاد ایران من رو یاد این مافیای شیکاگو و نیویورک میندازه در آمریکا. و این دقیقاً نکته‌ایه که من با ادمنستریشن دونالد ترامپ موافقم. سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه و اولین اقدامات تروریستی خودش رو هم در ایران انجام داده. فقط یک مشکلی من با دونالد ترامپ دارم با این جمله. سپاه پاسداران یک گروه مافیایی و تروریستیه. در اقتصاد ایران عملیات مافیایی انجام داده، در عملیات تروریستی برای مقاصد اقتصادیش در ایران شرکت داشته و علاوه بر اون اقداماتی که در سوریه انجام داده. آقای چلنگی، ببین بحثا تئوریک نباشه. من در وین، شما میدونید که اتریش و آلمان تعداد زیادی، صدها هزار پناهنده از سوریه به اتریش و آلمان اومدن، در خبرها هم بود چند سال پیش. خود من مدتی برای کمک پناهندگان اونجا میرفتم و چون مشاوره روانشناسی هم کارمه، برای کسانی که دارای تراما شوک بودن کمکشون میکردم. آقای زیبا کلام، آقای چلنگی، اینو که میگم غم انگیزه. من خب آلمانی رو مثل خود اتریشی ها صحبت میکنم و خیلی ها نمیدونستن که من ایرانی هم. یک مادر دختر سوریه خاطره رو به شما میگم تا بدونی سپاه پاسداران ولی تروریست بودنشون رو، چون خیلی مهمه. آقای زیبا کرد، یه مادر دختر سوریه اومده بودن جلسه مشاوره من، نمیدونستن، خیلی هم لذت بردم، ازم سپاسگزاری کردم بعد از دو سه جلسه که بهشون کمک کرد. آخرش ازم پرسید به نظر نمیاد تو اتریشی باشی، کجایی هستی؟ گفتم ایرانی هستم. در اون لحظه آقای زیبا کلام، من آرزو داشتم، چون گفتی صدا و سیما این برنامه رو پخش کنه، صدا و سیما دوربین داشت، شما قیافه این مادر و دختر قیافه این مادر و دختری که سه جلسه با من دوستانه صحبت میکردن، اون لحظه گفتم من ایرانی هستم، وحشت در صورت این مادر و دختر رو میدید، وحشت زده خاطراتشون رو گفتن که سپاه پاسداران چجوری به خانواده اینا تجاوز کرده و اونا رو کشته بود. سپاه پاسداران تروریست و عامل جنایت. آقای زیبا کمتر دو دقیقه وقت داریم، اما حکومت ایران میگه سپاه پاسداران این رو تبلیغ میکنه، اگر به سوریه نره داعش به ایران خواهد اومد، این ادعا رو میکنه، حال اون که آمریکا بنابر مستنداتی میگه سپاه پاسداران حامی تروریسم هست و عملیات تروریستی این ور اون ور انجام داده، که اون که قدس سپاه قدس در قتل بسیاری از رهبران
مخالف حکومت ایران نقش داشته، از جمله دکتر شاپور بختیار. بفرمایید. ببینید آقای چارنگی، سوال اساسی و مهمی نیستش که ما الان بیایم بگیم سپاه پاسداران چه کرده چه نکرده، در سوریه چه کرده. مسئله اساسی این هستش که تصمیمی که رئیس جمهور آمریکا گرفته سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد سازمان ارگان، حالا هر اسمی که بذاریم، تروریستی میخواهد تحریم بکنه. سوال اساسی این هستش که این از نظر حقوق بین الملل چه وجهی پیدا میکنه؟ چون ببینید به هر حال سپاه پاسداران، میگم اون مسائل رو همه رو بذاریم به کنار، سپاه پاسداران یک ارتش بخشی از قوای مسلحه جمهوری اسلامی ایران هستش. وقتی شما میگید این تروریستیه یعنی چی؟ میتونید که مثلا شما بگید که حکومت یک کشور تروریستیه. شما میتونید اگر بگید... عملیات آقای زیبا کلام، وقت کمه، وقت کمه، اجازه بدید، اجازه بدید، وقت کمه. اگر یک حکومتی، عواملی که در اون حکومت هستن مثل عوامل حکومت لیبی یا عراق دهه 60 و اوایل 70 عملیات تروریستی انجام میدن، که نمیشه به خاطر رعایت قوانین بین المللی اونا رو مستثنا کرد، کما اینکه بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی دست داشتن، در میکونوس ثابت شد و جاهای دیگه. ما ضمناً اساسی بودن سوال در ارتباط با مسائل ایرانه، نه قوانین فقط بین الملل. بفرمایید آقای چالنگی. آقای چالنگی، مشخصاً علیه اون افراد هستش که بایستی اعلام جرم بین المللی بشه، نه حکومت جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران. اونجایی که من میدونم پرونده هایی که در به اصطلاح تشکیل میشه در ژنو و غیر مال حقوق بشر این گونه هست، با فرد ما طرف هستیم. نه خیر، با نهادها هم هستن، سازمان های بین المللی هستن که نهادهایی را مسئول میدونن. امیدوارم به این موضوع در فرصت دیگه حتما برسیم. و سوال اساسی این میتونه ضمناً باشه، ما سوال های اساسیمونو در ارتباط با سفره مردم، مصالح ایران، مصالح نوه شما و نوه‌های عزیز دیگه تعیین می‌کنیم. هدایت کننده ما این هست و سوال میتونه این باشه که مستنداتتون کجاست که سپاه پاسداران تروریست هست یا نیست، که قطعاً اگر یه همچین تصمیمی اتخاذ بشه لابد دلایلی هم هست که باید ارائه داده بشه و داده خواهد شد. سپاسگزار هستیم آقای صادق زیبا کلام در تهران و سپاسگزار هستیم آقای خسرو فروهر در وین. با سپاس از هر دو مهمان گرامی. آقای خسرو فروهر هم کاملا سپاسگزاری میکنم و به هر حال خداحافظی ازتون میکنم. من هم سپاسگزارم. سپاس از بینندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از همراهی شما تا این لحظه، تا پایان برنامه. به اتفاق همکارانم برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کو، زگرس و تفتان و تابشان، بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.